به نام خدا، سلام. با دوره آموزشی پورتوس در خدمتتون هستیم و به جلسه 20 رسیدیم. خب، تا اینجا بعد از مرور چماتیک وارد پی سی بی شدیم و بعد از اینکه یه سری توضیحات کلی دادیم راجع به پی سی بی، اینکه چرا ما اصلا نیازی که پی سی بی رو تولید بکنیم، وارد نرم‌افزار ایرس شدیم و در واقع هم به صورت مستقیم و هم از روی شماتیک در واقع پی سی بی یک مدار رو تولید کردیم و آموزش دادیم که چجوری باید شما در واقع پی سی بی رو تولید بکنید. اما حالا پی سی بی طراحی شد، حالا چه از روی شماتیک چه از طریق مستقیم. خب برها باید یک فایلی باشه که قابل ساخت باشه. گفتم که شما اگه خودتون میخواین بردتون تولید کنین، برد یک رو دارید، بعد با اوتو بیاین نقشه رو روی برگ گلاسه چاپ بکنید، با اوتو روی برد انقدر اون برگ گلاسه رو بکشید که نقشه چاپ بشه رو برد، یا بدین بیرون براتون بزنن که طبیعتا اونها هم به یک نوع خروجی نیاز دارن که بتونن بردها رو بزنن و سوراخ‌کاری ها رو انجام بدن و سایر موارد. این جلسه میخوام راجع به همین صحبت کنیم که ببینیم حالا که طراحی پی سی بی انجام شد چه خروجی هایی میتونیم از اون بگیریم. خب این جلسه چون هدف طراحی نبود، من یک طراحی آماده از قبل رو آوردم که راجع به روی اون صحبت بکنیم. ببینید یک برد دو لایه هست، شامل چند تا آیسی و قطعات مختلفه. می‌بینید همونطوری گفتم پلیگون رو داره و دو لایه هم هست. خب برای خروجی گرفتن از مدار میریم سراغ بخش اوت. البته بهتره اینو قبلش بهتون بگم که اون مدارمون که تولید میکنیم از بخش بورد استاتیکس در واقع میتونیم مشخصات مدارمون رو پیدا کنیم. به عنوان مثال ابعاد مدارمون 6.4×4.1 سانتی متر هست. محل سیو طراحی میبینید که در واقع داره میگه 26 عضو مدارمون قرار داره، 138 تا پایه، هیچ وی آی نخورده مدارمون، 138 تا سوراخ داره، 76 تا در واقع تریس همون خطای سیم ها یا همون ترک ها رد شده، ضخامت ترک ها و در واقع اون شبکه های نتمون رو مشخص کرد تعدادش. پس از منوی فایل یک بار دیگه من برم بخش بورد استاتیکس، میتونیم در واقع مشخصات مدارمون رو استخراج بکنیم. اما از تو منوی آوتپوت همونطور که گفتم ما میتونیم با از طریق این آیکون یا از منوی تکنولوژی برای مدارمون یک سری قاعده و قانون تعریف کنیم، فاصله پایه ها و سایر موارد. خب تو منوی آوتپوت بخش پری پروداکشن چک در واقع میاد در واقع اون قوانین رو بررسی میکنه که آیا رعایت شده، مشکلی هست، یا مثلا اگه رعایت نشده بیاد به ما بگه که کجا رعایت نشد. مثلا پری پروداکشن چک رو میزنم، میبینی داره بررسی میکنه و که اون قوانین رعایت شده یا نه. میبینید که اروری به ما نداد، هیچ چیزی اون فیل نشده، وارنینگ هم به ما نداده و همه مواردمون موفقیت آمیز بوده. که این زیرم برای ما داره میگه که اروری وجود نداره. خب اولین خروجی که میخوام بگم یک خروجی فانتزی هست برای نمایش، حالا اگه ارائه‌ای هست میخواد نمایش داده بشه. بخش 3D هست که یک نمای سه‌بعدی از بردمون رو نشون میده. اگه روش کلیک کنید میبینید وارد یک صفحه میشه که به صورت در واقع سه‌بعدی داره مدارمون رو نشون میده. من اگه کلیک چپ موس رو فشار بدم
میتونم جابجا بکنم و یا به این صورت تغییرش بدم. که خب میبینید این مقدار فانتزی است و اونقدر از کیفیت بالای برخوردار نیست، ولی خب همینم هم به نوبه خودش جالبه. این هم منوهای خودش رو داره، میشه ازش 3DS, DXF, STL خروجی گرفت. زوم این و زوم اوتش شورتکاتاش مشخصه، میتونیم زاویه دیدمون رو تغییر بدیم. میشه در واقع محدوده برد رو نشون بدیم که مثلا این در واقع داره میگه تو بردمون تو این محدوده جا میشه، که این پایین هم شورتکاتش هست. میتونیم در واقع قطعات رو نشون ندیم، فقط خود برد باشه، که بعضا این ممکنه قشنگتر باشه. میتونیم کار کنیم به صورت خودکار شروع به چرخش بکنه. منو زدم داره الان به صورت خودکار بردمون رو میچرخونه و نشون میده. و از بخش تمپلیت میتونیم در واقع یه سری تغییرات ضخامت برد و سایر موارد رو تغییر بدیم و همچنین رنگ برد. مثلا ممکنه بردتون بخواد برد چاپ مشکی باشه، خود بردمون شد در واقع مشکی، یا تغییرات دیگه که میتونیم برای رنگش انجام بدیم. که خب میگم یک در واقع بحث فانتزی هست توی نمایش فوتوس و ارزش دیگه ای نداره جز نمایش دادن. من اینو میبندمش که بریم سراغ بحث های مهمتر. خب اما خروجی هایی که میشه از این نرم افزار گرفت، به صورت میبینید لیستش رو بیت مپ هست، امتا فایل، دی ایکس اف، ای پی اس، پی دی اف و سایر موارد که میتونیم خروجی بگیم. به مثلا بیت مپش رو اگه بخوایم بگیریم، یک منوی باز میشه برای ما، میتونیم در واقع مشخص کنیم چی رو میخوایم تبدیل به عکس بکنیم. کل مدارمون میتونیم بخش فقط قطعات روی که رو سطح نصب میشن یا قطعاتی که نیاز به سوراخ کاری دارن رو نشون بدیم. رزولوشنش رو میتونیم تغییر بدیم، اینکه رنگی باشه، سیاه‌سفید باشه. روتیشن و در واقع رفلکشنش که میتونه نرمال باشه یا بیاد میرور کنه نسبت به خودش. بخشایی که میخوایم چاپ بشه، ما در واقع بردمون دو رو هست، که خب در واقع بعد هر رو رو در واقع جدا ما چاپ کنیم. به عنوان مثال تاپ کاپر و لبه برد رو ما میخوام چاپ کنم و یک جا باید ذخیره کنیم. من توی دسکتاپ ذخیرش میکنم. میبینی در واقع خروجی که به من داده این هست. به عنوان مثال اگه بردتون یک رو بود همین لایه رو داشت، باید این لایه رو روی برگه گلاسه در واقع اپیرینس میگرفتین، روی برد میچسبوندین و با اوتو شروع به کشیدن روش میکردین که این چاپ بشه. ولی خب این اگه بخواین همین رو پرینت بگیرین، خب سایزش غیر استاندارده. برد ما اگهتون باشه حدود 7x4 بود اندازش و این خیلی بزرگتره. بهتر از همون پرینت مستقیمش بریم، که در واقع با پرینترهای مجازی ما فایل پی دی اف میده و سایزش هم استاندارد است. من وارد بخش آوتپوت میشم، پرینت رو میزنم. میبینید که این داخل یک ورق A4 این سایز رو برام اشغال کرده، که خب منطقی است. صفحه همون میخواییم سیاه‌سفید باشه. همونطور گفتم بعد لایه لایه بگیریم. من این دفعه در واقع باتم کاپر رو میگیرم،
اسکیل 100 در میتونیم اسکیلش رو تغییر بدیم، ولی خب ما اسکیل واقعی میکنم 100%. و سایر مواردی که مثل قبل هست باز من توی دسکتاپ ذخیرهش میکنم. میبینید که برای من تولید کرد. حالا این در واقع پرینتر مجازی که روی سیستم من نصب هست میاد رو آیکون خودش هم تولید میکنه. خب میبینید که اومده رو برد بد شده، بعد یه پرینتر مجازی دیگه نصب کنم. ولی میبینید که در واقع برد رو تولید کرد برای من. این رو ما میم چاپ میکنیم و ازش استفاده میکنیم. ولی خب میبینید روی صفحه آچار در واقع اشغال شد با یک در واقع برد. یک راه بهتر که در واقع میشه گفت بهترین راه برای چاپش هست، اینکه ما بیام همون خروجی در واقع بیت مپ رو بگیریم. من یک بار دیگه میگیرم، این دفعه باتم کاپر رو میخوام بگیرم. لفه باتون کاپر رو گرفتم. بهترین راه این هست که در واقع از نرم افزار فتوشاپ کمک بگیریم و بیایم روی یک صفحه آچار داخل نرم افزار فتوشاپ این دوتا فایل رو بذاریم در کنار هم و صفحه آچارمون رو پر بکنیم با حالا اسکیل 100%. من 103% و 97% هم پیشنهاد میکنم، چون بعضی پرینتر ها ممکنه خودشون یکم تغییر اسکیل بدن ورقه رو و بزرگ و کوچیک بکنن. اینو توی صفحه آشار پر بکنید و اون موقع ببرید برای چاپ کردن. و اگر هم که میخواین بدین بیرون براتون بزنن، خب بعضا شرکت های تجاری که برد مدار چاپی میزنن یا فایل همین آلتیوم دیزاینر رو دریافت میکنن ازتون که خب ما نفسر پروتوبوس هستیم، یا اینکه شما میتونید ازشون بپرسین چه خروجی هایی میخوان و خروجی های مد نظرشون بدین. احتمالا میتونیم همین بیت مپ ها رو بهشون بدیم و اونا برامون برد و بزن. خب پس در واقع خروجی هایی که ما بیشتر مورد استفادهمون قرار میگرفت و گرفتیم، گفتیم چجوری میتونیم ازش خروجی پی دی اف بگیریم به صورت پرینت و آماده پرینت که اسکیلش واقعی باشه، اندازش واقعی باشه. گفتیم بهتره که بریم خروجی بیت مپ بگیریم، اونا رو توی صفحه فتوشاپ بذاریم و یک ورق آچار رو پر کنیم. و خب بعدا ممکنه یک سری تو میبینید وضوحش کم میشه و تو فتوشاپ اینا هم بهتره که یه دستی بزنیم و صاف و صوفش بکنیم که در واقع کیفیت بردمون بره بالاتر. ولی خب خروجی های دیگه هم میشه از این گرفت و حالا پری پروداکشن چک که انجام دادیم و دیدیم که هیچ خطایی نداریم. بخش در واقع گربر فایل ها هست که اینا ممکنه مثلا اگه بخوایم بریم بیرون براتون بزنن، ممکنه بگن فایل گربر رو برای مثلا سوراخ کاری و ماشین کاری سی ان سی کاری در اختیارشون قرار بدیم که خروجیش رو به اون صورت میگیریم. اومده گفته که قبل از اینکه گربر فایل رو بدین بیاین یک بار دیگه پری پروداکشن چک انجام بدین، اگه تغییر تو مدارتون انجام دادین میزین اوکی رو دوباره چک میکنه مدارمون رو که موفقیت آمیز بود. و اینجا باز دوباره فایل کتکمش باز میشه و ما میتونیم در واقع این فایل رو حالا به نحوی که اون دوستان بهتون عرض میکنن موقع تحویل بهشون بدیم و در واقع برای ما بود رو بزن. و گربر ویو هم داره که حالا شما اون گربر رو که ازش خروجی گرفتیم میتونین ببینید که چه اتفاقی افتاده. و خروجی هایی که دیگه که بعد در واقع ببینید چه خروجی مد نظرتون هست و از اون استفاده کنید. اگه میخواین برد یک رو دارین خودتون بزنین
همون خروجی PDF و بیت مپ ها کفایت میکنه و چیز دیگه نمیخواین. اگه میخواین بردتون رو بیرون بدین بزنن، باید بپرسین که چه خروجی هایی میخواین، اونا بهتون میگن و شما خروجی ها رو از این قسمت میگیرین و مشخص است که در واقع چه جوری بگیرین. در واقع منوی همشون مثل همینه، یه بخش لیرز داره که مشخص میکنیم در واقع چه لایه هایی رو ما نیاز داریم و بخش رزولوشن و رنگ ها و روتیشن و در واقع رفلکشن داره که اینا مورد استفاده قرار میگیره. و همچنین بخش 3D هم که مشاهده کردیم، دیدیم یک نمای فانتزی از مدارمون رو داره نشون میده، مثلا دستمون بیاد نحوه چیدمان. در نهایت ما اگه بردمون رو بسازیم یه همچین شکلی خواهد داشت به طور کلی. و این هم از خروجی هایی که میتونیم از نرم افزار پروتوز بخش PCB بگیریم. خب تا اینجا ما بعد از اینکه طراحی مدار رو با PCB انجام دادیم، خروجی های مد نظرمون هم گرفتیم، مونده یک بخش دیگه و اینکه ممکنه نرم افزار پروتوز در واقع اون فوت پرینت، اون پکیج IC ما و قطعه ما رو نداشته باشه. در مورد شماتیک گفتیم که کار منطقی نیست بخوایم شماتیک قطعه جدید طراحی کنیم و بهتر از قطعات موجود بیایم استفاده کنیم، اما در مورد PCB و فوت پرینت خب بهتره که ما طراحی کنیم فوت پرینت مد نظرمون رو که یه وقت اشتباهی صورت نگیره. برای طراحی فوت پرینت که انشالله جلسه آینده بهش میپردازیم، قسمت وسط رو استفاده میکنیم و دیگه بخش PCB نرم افزار پروتوز هم به اتمام میرسه. در واقع در اواخر دوره هستیم، ما بخش مختلف شماتیک و PCB رو توضیح دادیم، بخش شماتیک پروژه‌مون رو انجام دادیم، PCB مون که نرم افزارش تموم بشه توضیحش، میریم سراغ در واقع طراحی PCB پروژه‌مون و خروجی مطلوبمون رو میگیریم و در واقع آماده ساختش میکنیم. خب پس جلسه آینده میریم سراغ طراحی یک قطعه جدید و PCB یک قطعه جدید رو در واقع طراحی میکنیم. پس تا جلسه بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.